اعضای حزب سوسیال دموکرات، یگانه حزب مخالف حکومت تاجیکستان، به زودی رهبری نو خود را انتخاب خواهند کرد. رحمت الله زایروف، رئیس کنونی این حزب، روز 25 فوریه در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت که هنوز تصمیم نگرفته است نامزدی خود را پیشبری کند یا نه، ولی افزود که همه اش در انجمن حزب حل می شود. سنش معین کرده شدگی 18 مارس، لیکن تغییر یافتنش ممکن است. حاضرش تعیین شدگی به 18 مارس. اکنون این انجمن حسابوچی انتخابی، یعنی نه کمتر 5 سال در این انجمن رئیس حزب هم از نو انتخاب کرده بشود. البته شما نامزدتان را پیشنهاد نکنید برای دوباره رئیسی یا این در انجمن حل میکنید؟ این معین شدگی، لیکن این یک چند عاملوی اساسی وابسته است. ما دو وریان داریم اینجا. رسوم بعد از سیم چورم پورا معین میکنیم که چه حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان با تقریبا 12,000 عضوش یکی از 7 حزب سیاسی در کشور است که رسما فعالیت دارد. کارشناسان میگویند تقریبا 2 سال باز این حزب مخالف از خود کمتر درک داده صحنه سیاست را خالی گذاشته است. کارشناسان باور دارند که ظاهرا گشت های حکومت بعد از آشوب سابق معاون وزیر مدافع عبدالحلیم نظرزاده در ماه سپتامبر سال 2015 و بسته شدن حزب نهضت اسلامی که از احزاب عمده مخالف بود، این سازمان سیاسی را وادار کرده است تا آرامی را پیشه کند. عبدالملک قادرف تحلیلگری تاجیک روز 25 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت سپتامبر 2015 حزب خیلی فعال بود، اگر چنده که پیروای زیاد نداشت و یا پیروای اون جامعه اینتلیجنت که بود، و بعدا حساب اون که پول نداشت مثل حزب نهضت اونقدر قدرتمند نبود، اگرچند فعال بود، ولی فعالیتی حزب سوسیال دموکراتی در چارچوب همون جهان اینتلیجنس تاجیک بود. بعد از سپتامبر 2015 وقتی که حزب های سیاسی درک کردن که حکومت دیگر با اونها شوخی کردنی نیست و اون بازی دموکراتی بازی که داشت اون علاقه دیگر رایج نیست، حزب های سیاسی از جمله حزب سوسیال دموکراتی نیز خاموشی گرفتند و همون فعالیتی بسیار گسترده ای که داشتند تا سپتامبر 2015 اون برهم خورد، اون ناپدید گشت. و گذشته از این فعال نوکی این حزب هم خیلی کم شد، ولی در هر صورت در میدان سیاسی تاجیکستان الحال یگانه حزبی هست که واقعا خودش حزب مخالف خیلی میکند. خود زایروف هم در یک صحبت قبلیش با رادیو آزادی اعتراف کرده بود که یک سال آخر سکوت داشت، ولی وعده داد که به اصلاحات و یا از نوسازی حزبش خواهد پرداخت. او گفته بود هر چند در یک سال گذشته از تنقید دست برداشتند، اما از تحلیل دور نبودند. رحمت الله زایروف از سال 1998 زمان تأسیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان تا کنون ریاست این حزب را بر عهده دارد. وی بعد از ختم مکتب در سالهای 1977 تا 1979 در آلمان در هیئت ارتش شوروی خدمت کرده است. فارغ التحصیل فکولته حقوق شناسی دانشگاه خرکو اوکراین بوده، در آنجا 2 سال به صفت آموزگار فعالیت داشته است. از سال 1986 تا سال 1993 در دانشگاه ملی تاجیکستان فعالیت آموزگاری را ادامه داده، از سال 1989 به فعالیت ادوکاتی مشغول بود. در سال 1992 رحمت الله زایروف طرح الٹرناتیوی قانون اساسی تاجیکستان را تهیه و پیشنهاد کرده بود و از سال 2001 تا سال 2003 به حیث مشاور ارشد رئیس جمهور تاجیکستان نیز ایفای وظیفه کرده است.